امینا وکس، خیلی خوش اومدیم به یه ریاکشن دیگه و یکی دیگه از موزیکای انقلابی پور یا کودک که چند روزی میشه منتظرش هستیم و قبلا هم صحبتش کرده بود، براخره آپلود شد ولی کچویتس هم گفته بود که همزمان با کودک گفته بود که قراره که یه موزیک انقلابی بده، اونم منتظرشم، احتمالا اونم همین امروز فردا صداش در میاد. این آنفولانزای مونگولی منم یه خورده بهتر شده، یعنی خیلی بهتر شده، منتها صدای من معمولا وقتی سرما میکنم تا یک ماه طول میکشه تا صدام عوض شه. نمیدونم متوجه شدین صدای من عوض شده؟ خب بچه قبل از که موزیک رو براتون پلی بکنم سابسکرایب لایک کامنت یا لایک. خب بریم و برگردیم موزیک بوریا پوتک رو به اسم دی با هم گوش بدیم، لذت ببریم. Let's go. Not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off. بچه ها تا من این تنظیم میکنم قبل اینکه موزیک پلی کنیم بریم یه دیسکریپشن سر بزنیم ببینیم چه خبره. خب هامد آف پروڈاکشن کچی بیتز آفیشال پروڈاکت بای کچی بیت، اسیستن منیجرشم لیل اسی، منیجر سوال، لیریک پوریا عرب ملقب به پوتک، کاور آرت آنون تالنت اگه درست خونده باشم، ویژیولایزرشم دمیرچی امیرو آفیشال. بابا دمیرچی پوریا پودک کمکاری دمت گم بچه های خفن. خب آماده این؟ Let's go. بابا من فکر کردم موزیک ویدیوه ولی انیمیشنیه. چقدر خوب پوتک رو درست کردم بچه ها. من فکر کنم یه سری چیزای ریز و نکات هستش که داخل این انیمیشن وجود داره، ماشین پلیس و خلاصه خود پوریا پوتک و یه سری شعارهایی که روی دیوار هست و بچه‌ای که شهید شدن. فکر میکنم اون موکوتای دختر خانمه فکر میکنم که داره بالای شعار مینویسه یا هر چیزی، خیلی شبیه نیکاست. زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. چیزی تا سه نمانده است تا سرنگونی. سه تا رنگ شمشی باشی، وقتشه دوباره یه رنگ شی ماشی، چه خارج چه داخل یه نقشی ساختی، رحم نکن بزنش به بخشی باختی، به بخشی باختی. اینو خوب اومدی دمت گرم. هی میان میزنن این مامورا رو، چطور اونا میزنن؟ هیچ مشکلی نداره، گناه ندارن مردم ما، پیر و جوانای ما، بچهای ما، بعد میان این وسط که مامورا رو بگیرن بزن همون بلایی که سر مردم آوردن. اون وقت میان یه سری ها میان که گناه داره نزنش، ببخشش. چی ببخشش؟ اینا خودشونن، هر کی گفت ببخشش خودتونم بزنینش. چه داخل یه نقشی ساختی، رحم نکن بزنش به بخشی باختی، میریزیم بیرون ما از ساعت اون کار دستی که پسر کوچولو درست کرده بود. من بچه اسما یادم میره، ببخشید من تو اسما ضعیفم. اش یه بسیجی ببینم مخشو میکنم پخش، دشمن اونه که میگه چیزی نمیشه تش، دشمن اونه که میگه نمیشه چیزی تش. وقتی که یه نفر میاد میگه، حتی اگه مردم عادی هم باشه، بچه ها میان مثلا میشن تضعیف روحیتون بکنن، مثلا شما رو ناامید کنن، یه سری میان میگن که نه بابا این انقلاب یه تش چیزی نمیشه، اینو خودشونن از خودشونن. همین مامورا برای اینکه یه نوع جنگ سایبریه دیگه، یه نوع جنگ سایبری رو میندازن روانی که شما رو ناامید کنن. نباشید، گول نخورید. نمخشو میکنم پخش، دشمن اونه که میگه چیزی نمیشه تش، بنر قاسم کتلت و آتیش زدن توی رش، بنر قاسم کتلت و آتیش زدن توی رش. بچه قاسم کتلت کیه؟ من به خود اسمشو نشنیدم. اگه بچهای انزلیچی، بچهای شمالی یا هر بچه‌ای که اگه فکر میکنید که اینو میشناسید و جایی دیدید، من نشنیدم خدا وکیلی. قاسم کتلت کیم دی؟ بله من بنویسید. میگه چیزی نمیشه تش، بنر قاسم کتلت و آتیش زدن توی رش. کارهایی که تو موزیک نه تنها پوریا پودک انجام میده، خیلی از آرتیست های دیگه هم انجام میدن، یه جایی اصلا انگار نمیخوان بفهمن، نمیخوان اجازه بدن که ما بفهمیم که داره چی میگه. چرا اینقدر اینجوری کار میکنی؟ ولی فکر کنم
اونجا که داره جیغ میزنه مامی شبیه چی شده برای من دیدی، مثلا اونایی که راب کار میکنن حکم اون گیتار بر الکتریکی رو داره که داره داد میزنه، الان صدای پوتک حکم اون موزیکر داره که مثلا گل صداش مثل گیتار برقی داره جیغ میزنه، اون گیتار برقیه که اینجوری میزنی داره هوار میزنه، دقیقا انگار که یه جورایی سبک راک یا متال برای من زنده میکنه. آقا من میزنم آقا ببینم که این چی گفت. یه جایی فهمیدم که برمیگرده میگه که ما دست خالی جلوی تفنگاشون وایستادیم. عجب. ساده با چک جلو کلاشا. دیگه نداری بالا جا بچه، اون جایی که میگه فکر کنم منظورش همون جمهوری اسلامیه، چون من یه سری از مسئولین که حتی تو اخبارم یاد مینویسه دیگه نمینویسه جمهوری اسلامی، جا مینویسه، یعنی مخفف مینویسه، اصلا دوست ندارن حتی اسم جمهوری اسلامی رو بنویسن. اوکی، یه جورایی انگار سانسورش میکنم، فقط جا مینویسن. فکر میکنم منظور از جا همون جمهوری اسلامی، میگه دیگه اون بالا جا نداری، دست ما اونجا، یه همچین چیزی. سنگ جلوی ناجیا و یه همچین چیزایی. بابا خب یه جور بخون بفهمیم حالشو ببریم آجی. مرک بر دشمن مردم ما، آخوندهای ادا فریادو بره هوا. مرک بر اونی که دل خوره، هنرمند بیشرف نون به نرخ روز خوره، هنرمند بیشرف. دمش گرم، به جا بود این حرفش خدا وکیلی. خیلی از هنرمندا و آرتیستا اصلا صداشو در نیاوردن، حتی یه استوری هم نداشتن، سکوت کردن، میگن که من کلی بهونه‌های مختلف دیگه میارن. آقا اصلا من کارنینا هم که یا بچهای دیگه هم که میان شما رو امید میدن، میگن بچه‌ها حواستون باشه یا چه میدونم استوری میذاریم، دلیل بر نیست که شما رو بکشتم دیدین، نه، دوست داری، دلت میخواد، تصمیم با خودته، هر کاری که فکر میکنی به صلاحت انجام بده. ما هیچ کدوم، یعنی هیچ کس راضی به مرگ هیچ هموطنی نیستش بچه، اما خودتون بشینین کلاتون رو قاضی بکنین، میخواین چجوری ایرانتون رو آزاد کنین، هر جوری که فکر میکنین با فکر خودتون اون کار رو انجام بدین. نه من نوعی بهتون میگم شما رو تشویق میکنم برید کف خیابونا، هیچ کس دیگه که داره این انقلاب رو هدایت میکنه و حمایت میکنه اصلا راضی به مرگ هیچ کس نیست، حتی اگر یک چکه خون از دماغتون بیاد. ولی خب بچه، به نظر خودتون چطور میتونید این انقلاب رو پیروز کنید، ایران آزاد کنید، چطور میتونید اون زندگی رو که میخواین پیدا کنید، چطوری میخواین به آرامش برسید؟ همون جوری که صلاحتونه همون کارو بکنید. تصمیم با شماست. اونی که دل خوره، هنرمند بی‌شرف نون به نرخ روز خوره، دخترک توی کوچه تنهاست، چند تا بسیجی دورش کردن مامور و سرباز، مردو میبینم با ماشین میپیچن تو فری، با تو ماشونو میگیریم بعدم خیلی شری، با تو تو کون کونه لقه همه تون جوری میزنیمتون که یادت دنبال دختره میکنه تو فری ماشین پلیسه که گیرش بیاره، هزار تا بلای دیگه سرش بیاره، اما مردم آگاهن میپیچن تو کوچه باتونو میگیرن بعد خیلی شرعی میکنن تو ماهتتش. ماهتتش همون کون ناقابلشه که پوریا پوتک هم بهش اشاره کرد. بله اینجوری هست، با همون باتونی که تو سر ملت زدید و کشتیشون، با همون باتونی که تمام بدن بچه های ما رو کبود کردی، کاملا شرعی. لقه همه تون جوری میزنیمتون که یادتون مره روتون، نشه برید خونتون میشکنه دندتون، شید سوژه محلتون نکوچیک تا گندتون، حاجی میبینی دستام خونه، حاجی از این به بعد شب نرو تنها خونه، حاجی چشاتو واکن که زمین گرده، دیدی گذر پوست افتاد به دبا خونه، آقا زمین گرده چشاتو بکن. بچه همه اینا دیدین جدیدن هم فیلماشون در اومده، این مامورا مواد میکشن، یه مدت قبلش میگفتن به اینا قرصای روانگردان میدن که میان مردمو میزن، خب اوکی، یعنی اینا گناه ندارن چون قرص روانگردان میخوره؟ آقا اوکی، اگه اینجوری قراره که اینا رو مبرا کنیم از کثافت و جنایتکاریاشون، مردم هم قرص میخورن که همون بلایی که سر مردم میارن، مردم سر همون مامورای ارزشی بیارن. این به اون در گرد دیدی گذر پوست افتاد به دب با خونه، دیگه نداری اون بالا جا، دیگه نداری
وکیلی دارم به حال حنجرش تو خیلی بد داره داد میزنه. جنگ ظاهر و باطن خاکینی، دستا تفنگ پلیس قاتل باکینی، همه با هم قاتل باکی نیست رو باطن خاکینی، دستا تفنگ پلیس قاتل باکینی، همه با هم با آتش خیابونا بلاک میزنن تی با آتش خیابونا بلاک. بلاک هم یعنی یه سری هم خیابونا رو بستن. قاتل باکینی، همه با هم با آتش خیابونا بلاک میزنن تی میدی ما فاکرمون نیست ما فاکیرمونم نیست. ببخشید اونم نیست. ولی بچه چقدر این یارو رو بچه های مثلا دبیرستانی مدرسه پشت میکردن به سمت اون دوتا خائن که عکسشون همیشه است و از این به بعد میاد پایین و فاک بهشون نشون میدادن. اینم اشاره به اون فاکا داشت. میزنن تیر میدی ما فاکیرمون نیست دورمون پار پلیس نگو هیچ چشاتو بده به من فقط بکن گوش به بسیجی تو کوچه ببینم سریع انگوشته واسه این که بیشتر شیم هز نکن بیار روشکه جیگری که ترس توشه آره آشغال گوشته بیخواه جیگری که توش ترس آشغال گوشته. یعنی کسی که جیگرشو نداره، حالا منظور اینجا شاید میخواد به اون ارزشش بگه جیگرشو نداری بیای جلو دیگه، جیگرشو نداری فرار میکنی دیگه، آشغال گوشتی، جیگرشو نداری از مردم اعتماد کنی، میترسی از ترسته، اون پولتو داری میزنی تو خونه همین مردم داری میخوری. خاطر دوزار نکن بیا روشکه جیگری که ترس توشه آره آشغال گوشته بیخواه نشو نرو بشین یه گوشه بزنشون بکششون بکنشون نوشه جون هممون که با هم دیگه باشیم پوشه چشه اونی که نمیتونه ببینه کوشه میزنیم شیششون پوشه میزنی فکاشو خودشه دختر گنگ باش باخ بوتش باش بکسش پشت پلیس جلوش سره تانک دست خلاش میچرخ پشت میگه مرد بلو توف بکن جاش بزن آتیش بدش من بپاچ لاش میدونو بستیم جنگو پشت از اون بر پوریا بوتک میگه بیا جنگو بپاچ لاش میدونو بستیم جنگو پشتم گنگو بگی اومد سنگو میلیونی میان دست خالی بی تو فرد الو آجا دیگه نداریم بالاجا دیگه رفته دست ماجا باشدارم و چک جلو کلشا و سنگ جلو نزا جا و ناجا الو آجا دیگه نداریم بالاجا دیگه رفته دست ماجا باشدارم و چک جلو کلشا و سنگ جلو نزا جا و ناجا وکیلی من گلام سوخ چجوری داد میزدیم بچه ها. اینم از موزیک دی جانم آمان عزیزم میام الان پیشتر قشنگم ای خدا این الان دلش بغل میخواد. بچه این پای چشم رو میبینین نمیدونم میبینید یا نه، حالا من روش کرم پود زدم. این پدر سوخته هیچی ندار اومد از ذوقش وقتی ما بیرون میایم ذوق که میکنه میپره بغلمون میخواد عشق بده. خب اینجوری عشق میده با چنگولاش چش و چالمون رو در میاره که عشقش رو نشون بده. خب مامانی بشین من الان تمومش میریم با هم دیگه قهوه میخوریم باشه. اوف
این از جمهوری اسلامی بیشرف بیشتر میفهمه. خب آره بچه ها، یه نظری میخوام بگم. اول اینکه یادم افتاد در مورد دی بگم، اشاره به دی ماه میکنه، حالا اون فراخوانی که تو دی بوده یا انقلاب دی ماهمون، چون دی ماه خیلی مهم بوده. و اینکه یه چیز دیگه میخواستم بگم اودین جان، این بود که خوب بود. بچه ها میخوام یه نظر شخصی بدم، من از پوتک خیلی قوی تر از این آهنگو شنیدم، اما در مورد موزیک انقلابی به نظر من میتونست قوی تر کار بکنه. آه تعصبی به قضیه نگاه نکنی، یه نظر شخصی، به عنوان طرفدار پوتک من انتظار داشتم، یعنی انتظارم خیلی بیشتر از اینا بود، چون پوتک انتظار ما رو بالا برده، خیلی کار قوی تر دیگری هم داده که من بهشم ریاکت رفتم. اما این موزیکای انقلابی به نظر من باید یه خورده خیلی روش بیشتر کار بشه، خیلی مهمه. حالا اینم نظر من بوده، اما بیتش و اون موزیکش رو کلا خیلی دوست داشتم، مثلا اون قسمتی که داد میزنه یه جورایی حالت سبک میخواد میدونی هیجانیش کنه. کارش اوکی بوده، خوب بوده، من بیت و موزیکش خیلی دوست داشتم، ولی یه خورده رو تکستش میتونست بیشتر قوی کار بکنه. به هر حال در کل جمعاً عالی بود. فکر میکنم این پنجمیش بود یا ششمیش، بچه کدوم بود یادتونه مینوشت؟ این سومیه، یه همچین چیزی که برام نوشته بودی که بابا جرنش اینه که این سومین آهنگ موزیکشه. آقا این پنجمی بود یا پنجمی یا ششمی بود، برام تو کامنتون بنویسین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد بچه‌ها حتما لایک کنید، ممنون میشم که حمایتم کنید. و اینکه بچه‌ها من یه خواسته ازتون دارم، یه خواهش ازتون دارم بچه‌ها، اینکه لطفاً داخل دیسکریپشن لینک اصلی موزیک پوتک به اسم دی هستش، حتما برید اون موزیک رو از چنل خودش پلی کنید که آرتیستتون رو حمایت کنید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. بسوی زن زندگی آزادی، خدافظ.